درود بر شما عزیزان دل من دکتر امیر حسین ربی را و اینجا هم کانال دکتر امیر اول از همه بیایم ببینیم که کمبود منیزیوم چه علائمی میتونه داشته باشه و چگونه میتونیم این کمبود منیزیوم رو برطرف کنیم اما قبل از اینکه مستقیم بریم سراغ بررسی کردن علائم و چگونگی درمان این علائم و در واقع چگونگی پر کردن میزان منیزیوم خون و بدنمون بیایم اول یک نگاهی کلی به کمبود منیزیوم و خود منیزیوم داشته باشید شاید براتون جالب باشه که بدونید با توجه به زندگی امروزی و زندگی که شما به همه مواد غذایی همه ویتامین ها و همه مکمل ها میتونید دسترسی داشته باشید اما باز هم هنوز که هنوزه 88 درصد مردم جهان از کمبود منیزیوم رنج میبرند و چگونه میتونیم این کمبود منیزیوم رو تشخیص بدیم آیا فقط با انجام دادن یک آزمایش خون میتونیم میزان منیزیومی که در بدن و در خونمون هست رو تشخیص بدیم ببینید اینو باید بدونیم که حدود 60 درصد منیزیوم بدن ما در استخوان ها 39 درصد منیزیوم بدن ما در ماهیچه ها و ازولاد و دیگر بافت های بدن ما و همچنین فقط یک درصد از منیزیم کل بدن ما در خونهامون ها جریان داره و زمانی که شما میایید از آزمایش خون استفاده می کنید فقط اون یک درصدی که در خون های ما وجود داره اون رو بهتون نشون میده حالا چه مواردی باعث میشن که بدن ما با کمبود منیزیم مواجه بشه؟ اگر اینطوره که بدن ما هیچ استفاده ای از منیزیم نمیکنه من خیلی راحت میتونم برم مکملش رو دریافت کنم چون مقدار خیلی زیادی منیزیم داخل مکمل و داخل قرص هست و مشکل خودم رو حلش کنم اما باید به این توجه کنیم که بدن ما میزان زیادی از این منیزیم رو برای خیلی از کارهاش انجام میده و مهمترین کارهایی که باعث میشه که منیزیم بدن ما مصرف بشه چیه؟ یک جذب ویتامین دی زمانی که بدن بخواد ویتامین دی رو جذب کنه نیاز داره که از منیزیم استفاده کنه پس زمانی که شما ویتامین دی بدنتون در حد نرمال یا حتی بالاتر باشه باید منیزیم زیادی به این سمت بره و برای جذب ویتامین دی استفاده بشه و یا یعنی اینکه جز افرادی هستید که زیاد از آنتیبیوتیک ها استفاده میکنید و برای درمان هر دردی که دارید در مورد هر ای که دارید اومدید از آنتی ها استفاده کردید چون فکر کردید که بدنتون خوب میشه بهبود پیدا میکنه و هیچ ضرری هم براتون نداره یکی از مهمترین ضررهایی که میشه گفت داره اینه که جذب منیزیوم رو دچار اختلال میکنه و زمانی که شما حتی از قرص های مکمل های منیزیم هم استفاده میکنید و مقدار زیادی منیزیم رو به خون و بدنتون میرسونید و منیزیم جذب نمیشه و مستقیم هم میشه علاوه بر اینها دلایل دیگری وجود داره که باعث میشه منیزیوم خیلی زیادی و جذب بدنمون نشه و بخش زیادیش هم دفع بشه از مهمترین اونها میتونیم به اگر اینکه شما دیابت دارید باعث کاهش جذب منیزیوم میشه اگر زیاد از غذاهای قندی شکری و کربوهیدراتی استفاده میکنید دوباره این اتفاق براتون میفته و همچنین اگر مقاومت انسولین در بدن شما بالاست باعث این اتفاق میشه ما یه ویدیو ساختیم در مورد اینکه چگونه مقاومت انسولین رو بیاریم پایین و اگر مشکلاتی داریم مخصوصا در کمبود منیزیم یا یعنی اینکه هر کاری میکنید چاق میمونید و نمیتونید لاغر بشید ساختیم اونجا به طور خیلی ویژه بررسی کردیم که ویدیوشون بالا براتون قرار میدم حتما بعد تمام شدن این ویدیو یک سر هم به اون ویدیو بزنید و از نکاتی که در اونجا گفته شده نهایت استفاده رو ببرید اما از مهمترین علائم کمبود منیزیم چی ها هستن و چگونه میتونیم متوجه شیم که بدنمون دچار کاهش منیزیوم شده زمانی که شما با کمبود منیزیوم مواجه میشید معمولا بیخوابی دارید نمیتونید بخوابید استرس و استراب خیلی زیادی دارید یک سره با خودتون درگیرید با ذهنتون درگیرید و این باعث میشه که شما زندگی خوبی نداشته باشید کیفیت و سطح زندگیتون میاد پایین زمانی که کیفیتش بیاد پایین در نتیجه رضایت شما از زندگی میاد پایین افسرده میشه و خیلی 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 اتفاقات بدی که میتونه براتون بیفته همچنین زمانی که دوچار کمبود منیزیوم شدید معمولا زیر چشماتون این قسمت ها این ماهیچه ها یک سر لحار پرش هستن آروم نمیشن یا خیلی نرم شدن یا خیلی هم سفت شدن همچنین کمبود منیزیوم در مرحله های جلوتر میتونه به نیستاگ موز هم منجر بشه حالا نیستاگ موز چیه؟ ببینید زمانی که شما چشماتون رو مثلا من الان دارم به دوربین نگاه میکنم شما دارید به این ویدیو نگاه میکنید یا به هر جای دیگه نگاه میکنید چشماتون رو ثابت نگه داشتید و دارید به این ویدیو نگاه میکنید به راحتی اما زمانی که شما دچار موس بشید چشتون یه سر در حال تکون خوردن نمیتونی یک جا یا یک سر پلک میزنید یا چپ و راست رو هی نگاه میکنید و اینکه نمیتونید مستقیم به چیزی نگاه کنید برای چند ثانیه چشتون رو به اونجا نگه دارید و چشتون یه سر در حال حرکت کردن همچنین دچار سنگ کلیه و صفرا و همچنین میگرن میتونید بشید یکی از خطرات خیلی زیاد دیگری که منیزیوم و کمبودش داره اینه که باعث کلسیفیکاسیون میشه حالا کلسیفیکاسیون چیه ببینید بدن ما برای اینکه میزان و اینکه کلسیومی که در حالش وجود داره به کجا بره بره روی تو استخوان ها در رگ ها بمونه دفع بشه از بدن و خیلی از این اتفاقاتی میتونه برای کلسیوم در بدن ما بیفته رو توسط منیزیم کنترل میکنه زمانی که منیزیم در بدن ما کم باشه نمیتونه بیاد فایده و همچنین به صورت مستقیم این کلسیوم رو استفاده کنه ببره به سمت استخوان ها و باعث تقویت استخوان های ما بشه و زمانی که این اتفاق بیفته چی میشه این کلسیوم که به جای اینکه به میره به سمت رگ های ما در رگ های ما ذخیره میشه راه عبور خون رو میبنده یا تنگ تر میکنه و به همین صورت که پیش میره حتی میتونه در مراحل خیلی زیاد باعث سکته های مغزی و یا قلبی هم بشه خب اومدیم در مورد یک سری علائم و نشانه های این که شما در بدنتون با کمبود منیزیوم مواجه هستید رو برطرف کردیم و در واقع اون رو یه جورایی شناختیم حالا بیایم به یک سری غذاهایی بپردازیم که میزان منیزیوم خیلی زیادی درونش دارد و به این کمبود منیزیوم ما کمک میکنه بادام حدود 490 میلی گرم منیزیوم به ما میده سبزیجات برگدار حدودا 100 میلی گرم به ما منیزیوم میدن شکلات تل حدودا 165 میلی گرم و همچنین دانه کدو تنبل هم میشه گفت حدودا 265 میلی گرم منیزیوم دارد. اما شما در گوشت های قرمز و ماهی هم میتونید منیزیومی رو پیدا کنید اما به این صورت که این موادی که بهتون گفتم نیست و تقریبا در 100 گرمش حدودا 20 تا 25 یا حتی 30 میلی گرم منیزیوم وجود داره حالا میزان مورد نیاز هر فرد برای مصرف در طول روز چقدر؟ حدودا میشه گفت بین 350 تا 420 میلی گرم شما باید در طول روز منیزیوم رو مصرف کنید و به بدنتون برسونید و جالب توجه کنید به این قضیه که حدودا تموم افراد دنیا به طور متوسط تقریبا میشه گفت 25 میلی گرم منیزیم رو به بدنشون میرسونن در طول روز و این نشون میده که مواد غذایی و تغذیه ما نمیتونن به طور کامل بیان منیزیم نیاز داریم رو برطرف کنن و اگر شما دچار کمبود منیزیوم هستید بهتون توصیه میکنم علاوه بر این که از مواد غذایی که بهتون گفتم منیزیوم رو دریافت میکنید بیایید از مکمل ها و قرص های منیجم استفاده کنید تا بتونید این منبع منیزیم رو در بدنتون پر کنید و افزایش بدید و مهمترین و یکی از بهترین مکمل هایی که بهتون توصیه میکنم مکمل منیزیم گلیسینات هستش و زمانی که شما حدودا 800 میلی گرم از این قرد رو استفاده میکنید حدودا بین 400 تا 300 میلی گرم رو در واقع بهتون منیزیون به طور خالص بهتون میده و این باعث میشه که تا حدود خیلی زیادی اون کمبود شما برطرف بشه اما همونطوری گفتم علاوه بر اینها باید شما از مواد غذایی که گفتم هم منیزیون بدنتون برسونید و یکی از نکاتی که باید بهش دقت کنید اینه که برطرف کردن این کم بوده به طور بلند مدت حدودا ممکن یک سال طول بکشه ولی بعد از یک مدت که شما از این قرص ها و همچنین رژیم غذایی داره منیزیم بالا استفاده کردید متوجه میشید علامتون رفتن بهبود پیدا کردید و تا حدود زیاد بهبود هم حس میکنید اما همونطوری که گفتم بهبود و درمان بلند مدت و کامل حدودا یک سال یک سال خوردی ممکنه طول بکشه همچنین اگر به این سگ ویدیو علاقه دارید دو تا ویدیو رو روی مشاهده میکنید به ببینید نهایت استفاده رو ببرید به همیشه سالم بمونید مرسی که همراهی میکنید روزتون بخیر